سلام به همه شما دوستان عزیزم و خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش امروز میخوام به شما در مورد آشپزی صحبت کنم و کسب درآمد از طریق آشپزی. توی آموزش امروز خب البته اجازه بدید من قبلش بهتون بگم که من قبلا در مورد آشپزی یا خورد و خوراک هم یه آموزش داشتم که من تا اون آموزش بیشتر برای دوستانی بود که میخواستن غذایی درست بکنن و غذایی میل کنن و توی اون آموزش بهشون یاد دادم که از کجا میتونن برن فرمولا غذایی پیدا بکنن یا غذا رو ببینن به چه شکلی درست میشه. اما امروز میخوایم آموزش بدیم برای خانم هایی که در منزل هستن، مخصوصا در تهران، چون در فاز اول این سیستم کسب درآمد فقط برای دوستان تهرانیه، برای خانم های تهرانی هست که میتونن به راحتی کسب درآمد داشته باشن با همکاری کردن با یه مجموعه غذایی. یعنی عملا آشپزی توی خونهشون انجام میدن و مشتریانش در سطح شهر تهران وجود داره. خب قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنم و بهتون توضیح بدم، میخوام ازتون دعوت کنم که در مورد ویدیوهای قبل که دیدید حتما نظراتتون رو برای من زیر ویدیو حتما بنویسید، من رو در جریان نظراتتون قرار بدید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید در یوتیوب. اینجا هم که آیدی تلگرام هم این بالا هست، این روش کلیک کنید از طریق تلگرام میتونید برای من پیام بفرستید. آیدیم یه چیز دیگه بود ولی خب با یه آیدی دیگه الان دادم که اختصاص داره فقط به پیام های دوستان و سعی میکنم هر روز تقریبا یک نوبت پیام ها رو چک بکنم و به دوستان جواب بدم. یعنی اگر با تأخیر هم پاسخی دادم ناراحت نشید و منتظر باشید که من حتما جواب بهتون خواهم داد. توی آموزش های قبل کسب درآمد از طریق روش های مختلف رو بهتون یاد دادم، آموزش امروز انحصارا فقط در مورد کسب درآمد از طریق آشپزیه. خب میریم سایت امروز رو باز میکنیم، سایت مامان پز، سایت مامان پز دات آی آر. من حتما لینکش رو در انتهای ویدیو براتون خواهم گذاشت. این وبسایت یه حرکت استارتاپی خوبی زده برای، خیلی راحت بگم، برای شکم که دوستان میتونن غذاهایی که توسط خانم های خونه دار تهیه میشه رو سفارش بدن و استفاده کنن. دیگه غذا صنعتی یا غذایی نیست که مثلا برای 500 نفر بیان توی یه دیگه غذا بریزن، روغنش کم باشه، شور باشه، تلخ باشه یا هر چیز دیگه. این غذاها انحصارا برای مشتری ها در سطح شهر تهران توسط افراد مختلف خونه دار، یعنی خانم های خونه دار تهیه میشه. اجازه بدید من در ابتدای آموزش کلا در مورد آشپزی بهتون بگم. خب در مورد آشپزی خانم ها ماشاءالله خودشون همشون استادن. یکی از کارهایی که خیلی از اوقات بدون شرکت توی کلاس یا گذروندن دورای حرفه‌ای میتونید از مادر و مادر بزرگا اینا رو یاد بگیریم. آشپزی در منزل برای اعضای خانواده کار یکی از گذشته های دور توسط خانم های با سلیقه ایرانی انجام می شده، ولی توی این روزا شرایط با گذشته واقعا خیلی فرق داره. شاغل شدن خانم ها یا همون زوجین، ساعت کاری طولانیشون که مثلا ساعت 8 صبح میرن تا ساعت 5 عصر، کم بوده وقت، یا زندگی های مجردی و دانشجوی، همگی به سبک زندگی افراد واقعا اینها تأثیر گذاشته و واقعا اگر بخوایم در نظر بگیریم خوردن یه وعده غذای سالم برای خیلی از جوان شده یه رویا، چون همه عادت کردن برن فسفود، برن رستوران و یه غذای تکراری رو مثلا همیشه بخورن. حالا این وبسایت، یعنی وبسایت مامانپز، یه پل ارتباطی بین آشپزخونه خونه مثلا شما هست با اونایی که دنبال غذای خونگی میگردن یا همون عاشقای غذای خونگی. و خب پیشنهاد میشه اگر در زمینه آشپزی و پخت غذای خوشمزه تجربه دارید، خب این آموزشی که دارید میبینید ببینید و بعد هم برای شرکت توی این سیستم استارتش رو بزنید و به جمع خانواده بزرگی که به عنوان آشپز دارن توی این سیستم فعالیت میکنن اضافه بشید. حالا این مامانپز اصلا کجا هست؟
مامانپز وبسایت تهیه غذای خونگی برای شرکت هاست، تو همه مناطق تهران حضور داره. حالا نه تنها شرکت ها، بخش عمده ای از مشتریان شرکت هاست. مثلا شما میتونید توی خونه خودت هم سفارش غذا بدی، یعنی مشکلی از این بابت نداره. پس عملا هم برای شرکت هاست هم برای شخص. شبکه گسترده‌ای از خانم های خونه‌دار اعضای اصلی مامانپزن که تو آشپزخانه خودشون با عشق واقعا دارن غذاهای خوشمزه رو درست میکنن. اعضای مامانپز مثل اعضای یه خانواده بزرگن. اگر اجازه بدید من همین الان مثلا این لیست رو براتون باز بکنم. مثلا یه تیم قوی از جوانای واقعا خلاق کشورمونن که اومدن این سیستم رو راه انداختن، هم برای خودشون و هم برای خانم های خونه دار باعث کسب درآمد شدن. خب عملا یه سیستمیه که به صورت اینترنتی داره کارهای خودشون انجام میده و دامنه زیادی از مشتریان هم در دوروبرش وجود دارن که به اونها سرویس و خدمات ارائه میده. شما توی این وبسایت مامانپز میتونید مناطق رو که آشپزهای خونه دار و خانم های خونه داری که تو اون مناطق دارن آشپزی میکنن میتونید ببینید. یعنی مثلا تو محدوده فردوس، بولوار فردوس یا مثلا 13 آبان، امامت، پاسداران، پرستار، جنت آباد شمالی، مثلا ببینید حتی قیمت کمترین غذایی که اینها ارائه میدن هم مشخص شده. 4 تا غذای اصلی دارن که 8500 تومانه و مثلا طرف تو خواجه نصیره، تو مهران، تو نارمکه یا هر نقطه دیگری که از تهران باشید اینجا میتونید ببینید. تو 7 حوض، شاهین، ابوذر، پونک جنوبی، مهرآباد، قلهک، فاطمی، مجیدیه، قصر، شمس‌آباد، دریا، تو همه مناطق هستن. حتی مثلا ببینید اونی که کمترین غذا، البته شاید مثلا بنده خدا این بنده خودش رو تازه اضافه شده باشه، اما خب کمتر از تقریبا 10 تا سفارش داشته، این یکی کم بیشتر از 500 تا سفارش داشته، بیشتر از 5000 تا سفارش داشته. یه نکته‌ای که توی اینها حائز اهمیت این که کمترین سفارشی که خانم‌های خونه‌دار میتونن توی این سیستم بگیرن 4 تا سفارش در روزه. یعنی من حتی داشتم سابقه دوستان رو میخوندم، هستن افرادی که توی خونه‌شون دارن ماهی 20 میلیون تومان درآمد کسب میکنن. ماهانه 20 میلیون تومان از سیستم غذایی، یعنی پیشرفت فوق العاده خوب و عالی، چون کسب درآمد از کاری که توی اون تخصص دارید واقعا یه راه ساده و مطمئنه که بخوایم فکرشو بکنیم منجر به بهبود اوضاع اقتصادی خانواده میشه. حالا توی وضعیت فعلی که خودتونم دارید میبینید، کار کردن زن و مرد کنار هم دیگه واقعا ضرورت داره توی وضعیت فعلی. البته حتما کارهایی هست که نیازی نیست که آدم زیاد وقت بذاره، اما خب در اصل توی وضعیت فعلی مملکت ما الان مسئله اتفاق افتاده. اگه وقت کافی در اختیار دارید و از دستپختتون هم واقعا تعریف میکنه، شاید بتونید خودتون اینجا محک بزنید، چون در هر صورت اینجا جاییه که ساعت کاری منعطفی توی طول روز در اختیارتون قرار میده. یعنی شما هم میتونی نهار به مشتریت ارائه بدی، هم میتونی به مشتریت شام بدی. یعنی ساعت 5 هر روز که میاد اکانتو میبندن، امکان ثبت سفارش ها دیگه نیست، شما میتونی سریع تنظیم بکنی. مثلا صبح شب مواد اولیه شما آماده کنی، برنج شما مثلا آب بکشی، فردا ساعت 11 باید غذات آماده بشه برای تحویل به شرکت ها. این روالشو بر همیشه همین روالشون، یعنی شما اگه تو سیستمشون بخواد چک بکنید، میگن آقا شما میای ثبت نام میکنی به عنوان یه آشپز، در کنار اینکه شما ثبت نام میکنی حتما باید تایید پزشکی بگیری، یعنی گواهی سلامت پزشکی میگیرید. خب زمانی هم نمیبره، مطمئنا توی 1 ساعت فکر کنم بیشتر طول نکشه، میرید خونه بهداشت یا همون مراکزی که مربوط به بهداشت یا درمانگاه یا هر جایی که توی تهران هست میتونید این کارو انجام بدید، یه گواهی پزشکی بگید و سریعا شروع بکنید به افزودن خودتون به این لیست مشتری ها. یعنی به عنوان کسی که قراره خدمات خوبی به مشتریاش ارائه بده با پخت غذاهای مختلف، شما منوی غذاییتون رو میچینید، مثلا میگه آقا من زرش پلو دارم با مرغ، یا میگی ماکارونی دارم، یا میگی مثلا فسنجون دارم،
یا میگه قیمه نثار دارم، یا هر چیزی که مثلا ممکنه شما تو لیست مواد غذاییتون وجود داشته باشه رو ارائه میدید. چیزی شبیه اینها مثلا 5 تا غذای اصلی ایشون پیشنهاد داده. و وقتی این اتفاق بیفته یعنی اینکه 5 تا غذای اصلی ایشون ممکنه خیلی چیزهای مختلفی باشه و دو تا کنار غذا هم داره، یا ممکنه مثلا سالاد باشه، ممکنه مثلا یه غذای مثلا سوپ باشه، یا خیلی چیزهای دیگه که ممکنه باشه، حالا من دقیقا نمیدونم. بعضی مثلا کنار غذایی چیزی ندارن ولی 4 تا غذای اصلی دارن توی قصرن به عنوان مثال. این یعنی که توی سیستم ما، پس البته این فاز اولشون رو توی تهران اجرا کردن، فروش غذای خونگی تو سطح وسیعی داره انجام میشه. بیش از 500 تا خانم خونه‌دار الان دارن این کار رو انجام میدن و زمانی که این اتفاق بیفته دیگه طرف میدونه توی خونش داره غذا درست میکنه، سنگینی این که مثلا تبلیغ بکنه بتونه مشتری پیدا بکنه از رو دوشش خلاص شده، چون ابزاری که الان پیاده شده فقط برای جذب مشتریه، مشتری رو جذب میکنه و شما مشتری سفارش داده توی پلن، توی همون پلنی که در اختیارت قرار میدن میتونی ببینی که امروز چند تا سفارش غذا داری، مثلا فردا ساعت صبح چه غذاهایی با تحویل مشتریات بدی، همه اینها لیستش مشخصه. و اینکه غذا رو میگن بعد از اینکه اوکی شد شما سفارش غذا رو میگیری برای مشتریت میفرستی. تو مرحله ای که قبل از قرار باشه شما به این جمع مامان پزا قرار باشه اضافه بشید، یه تست هم از شما میگیرن، یعنی به شما میگن آقا 4 تا غذای خوشمزه‌تون رو، مخصوصا اگر میدونید غذات خوشمزه است، 4 نوع غذا تو آماده کن برای تست. قرار نیست شما یه دیگه غذا درست بکنید، 4 تا ظرف یه مصرف درست میکنید، 4 نوع غذایی که تخصص دارید داخلش. بعد از اینکه گواهی پزشکیتون اوکی شد و گرفتید و تاییدیه به شما دادن، 4 نوع غذا رو از شما خواهند پرسید، یعنی ازتون میگیرن به عنوان تست، شما این 4 تا غذا رو تحویل میدید مثل بقیه. اینا همشون الان 4 تا غذاشون رو تحویل دادن، یعنی 4 نوع غذا رو دادن و تاییدیه گرفتن. البته تنها این نیستا، یعنی بازرس این شرکت یا کارشناسای این شرکت هم میان و از آشپزخونه این محلی که شما قراره طبخ غذا رو توش انجام بدی چک میکنن، اگر مورد بهداشتی باشن حتما اعلام میکنن و بعد شما میتونی بعد از اینکه تاییدیه رو گرفتی و غذات اون 4 تا غذات هم تست شد اوکی بود، به جمع آشپزا وارد میشی، تو خونت آشپزی میکنی، اینجا ثبت سفارش برات میاد، سفارشات میاد، سفارشات میرسه، پولش رو هم همون روز به شما تحویل میدن. یعنی شما امروز اگر 500 تا غذا داری سفارش میگیری، 500 تا غذا تو همین امروز با تو تسویه میکنن، قرار نیست این پول شما بمونه مثلا 2 ماه 3 ماه دیگه علافت بکنن، بعد بدوی دنبال نخود سیاه و اذیتت بکنن، اینقدر بابت مالیات بگیرن، اینقدر بابت نمیدونم پورسانت فلان بگیرن، نه، همه رو کامل با شما تسویه میکنن. حالا یه درصدی این مجموعه وبسایت یا همین شرکتی که این کار رو انجام میده به عنوان خدمات خودش دریافت میکنه، که البته اونم فکر نمیکنم مبلغ زیادی باشه و در این حال بد هم نیست، چون تسهیل کننده کاریه برای راه اندازی بیزنس هایی در خونه. پس بعد از اینکه بررسی آشپزخونه تون اینا انجام دادن، شما کارشناساشون به شما مراجعه میکنن و نظر نهاییشون رو بهتون میدن و شروع میکنید به جمع این همکارا وارد میشید، غذاتون رو معرفی میکنید. اگر مشتری به شما سفارش داد، سفارش ثبت شد، شما برای فردا برای مشتری اون غذا رو آماده و تحویل میدید. روال فوق‌العاده ساده‌ای برای خانم‌هایی که در تهران هستند و توی خونه هستند، دوباره کار میگردن، این خیلی خوبه. گفتم طرف ماهی 20 میلیون تومان هم الان درآمدشه تو همین سیستم، که میتونید سرگذشتشون رو توی همین وبسایت بخونید. یعنی یه چیزی نیست قرار واسه شعبده بازی باشه یا مثلا طرف اصلا وجود نداشته باشه. حتی مشتری ها میان نظر میدن در مورد غذای شما. ببینید ایشون 266 نفر مطمئنن بهش امتیاز دادن، 2000 تا تا الان پرفروشتری نبوده، 2000 تا فروش انجام داده، ارزون ترین غذاش هم 27400 تومان بوده. ببینید 27400 تومان زب در پرفروشترینش 2000 تا، زب در ما میگیم آقا این علکیه، میگیم آقا 1500 تا. ببینید ایشون 41 میلیون تومان درآمدش بوده، من نگفتم 2000 تا، میگم آقا 1500 تا، یا اصلا شما بگوین 1000 تاش، اگر 1000 تومان باشه میشه 27 میلیون 400 تومان، اما ایشون الان 2000 تاست. اگر همه اینها همین منوی غذایی 27400 رو از ایشون گرفته باشن،
ایشون 54 میلیون و 800 هزار تومان درآمدش بوده. خب ببینید، خانمی که توی خونه نشسته و از صبح تا شب بنده خدا خونه است، میتونه به راحتی از طریق این هم کسب درآمد بکنه و هم کمک بکنه به اقتصاد خانواده و همین که حوصله‌شون سر نره توی خونه. دوستانی که در تهران هستید، در فاز اول این کار رو توی تهران انجام دادن، ولی شهرهای دیگر رو هم دارن اضافه میکنن. شما میتونید اینجا از ثبت نام آشپز وارد بشید، مراحل همکاریش رو کاملا نوشته و ارسال تستش رو گفته، 4 نوع غذای مختلفی که شما خودتون طبخ کردید، اون چیزی که خودتون میدونید رو آماده میکنید، بعد غذا توسط کارشناساش بررسی میشه و اگر قبول بشید بهتون میگن گواهینامه مهارت پزشکی با مهر مامان پز بهتون میدن، که قبلش هم با شما میرفتید و اون تاییدیه دریافت کارت بهداشتون میگرفتید و استارت کارتون میزد. البته اینجا نوشته بعدش، ببخشید من اشتباه گفتم، تاییدیه رو برای بعد از اینکه شما گواهینامه مهارت آشپزی رو گرفتید، یه جلسه حضوری باهاتون میذارن و دستوران عملا رو بهتون میگن علاوه بهداشتی و این مسائل، نوع بسته‌بندی چطور باشه، قیمتا، پاداش، مثلا پورسانتشون چقدر، این چیزا رو بهتون میگن و بعد هم میرید برای کارت بهداشت، که این اصلا روال طولانی نیست. ببینید توی بحث توضیحات در مورد موارد مالیش هم اینجا کامل نوشته، گفته قیمت گذاری که خانم ها میان اینجا انجام میدن، مامان پز میتونه اینو رد بکنه یا اینو قبول بکنه. یعنی حتی من قیمت دیدم 140 هزار تومان قیمت یه نوع غذا بود، یعنی طرف یک غذاش 140 هزار تومانه، همون فرد 5 هزار تا فروش داشته، 5000 تا 140 هزار تومان شما در نظر بگیرید چه سود خوبی برده. پس تصفیه حسابایی که بهتون انجام میده و نوع قیمت، اینا توی رد یا تاییدش مختارن و تصفیه حساب هم ببینید اینجا نوشته به صورت روزانه پس از دریافت غذاهای تبخ شده و از طریق حساب بانکی انجام میشه. توی مرحله اول محدود جغرافیایی که این وبسایت خدماتش رو برای دوستان ارائه میده در شهر تهرانه، اما گفته بیاد ثبت نام کنید، یعنی شما بیاد تو شهر خودت، هر شهری در ایران هستی، اصفهانی، تهرانی، مشهدی، زاهدانی، کرمانی یا مثلا کیشی، قم، شیرازی یا هر شهری مثل تبریز و اردبیل و ارومیه هم هستی، بیا اینجا استانتو انتخاب کن، شهرتو انتخاب کن و به جمع مامان پزا اضافه شو. وقتی این کار رو انجام دادی، میان چیکار میکنن؟ شما رو انتخاب میکنن. آره تو شهر شما اگر سیستم فروششون راه اندازی شد، برای شما اطلاع رسانی میشه که آقا فلان سیستم ما راه اندازی شده. وقتی هم سیستمتون راه اندازی بشه، شما هم میتونید توی اون شب به راحتی کسب درآمد خودتو استارت بزنی به همین راحتی. پس حتما از این سیستم به همین نحو برید و بعد از عضویت استفاده کنید، مطمئنا نتیجه خوبی خواهید گرفت. ببینید اینجا حتی سابقه گفتگو با افراد هم اینجا چیز شده، منتشر شده، مثلا مامان آفاق چگونه به فروش روزی 100 پرس غذا خیلی تعداد زیادی ها. اگر از هر پرس غذا، من میگم کمترین رقم، حالا من الان قیمت رو ندارم، ولی میگم 20 هزار تومان اگر باشه، ضرب در 100 تا پرس غذا بشه، میشه روزی 2 میلیون تومان درآمدی ایشون. حالا این 2 میلیون تومان به نظرتون چقدر میتونه مواد خام باشه؟ برنج رو مثلا یه 10 کیلویش رو چقدر قراره بگیرن؟ البته یه نکته که من اینجا خوندم اینه که غذاهایی که تبخ میکنم از تماما از مواد اولیه ایرانه، یعنی با افتخار تولید شده در خاک وطنه، نه اینکه قرار باشه برنج هندی بذارن یا برنج پاکستانی بذارن بگن آقا بفرمایید اینم تحویل مشتری، هم چه اتفاقاتی نمیفته، چون یکی از مواردی که خود اینها هم ببینید الان مشخصه برنجش ایرانی یا نه، این برنجش آره برنجش ایرانی کاملا مشخصه، 17900 تومانه، 17900 تومان قیمت این برنج زنش پلو با مرغ، 21300 تومان. حالا طرف روزی 100 تا غذا داره سفارش میگیره، روزی 100 تا، یعنی روزی 2 میلیون و 100 هزار تومان، با روزی 2 میلیون و 100 هزار تومان ایشون حداقل 500 هزار تومان اگر قرار باشه، میگیم زیاده، 1 میلیون تومان خرج موارد اولیش باشه، مواد اولیه، هزینه برقش و گازش و اینها، یا وقتی باشه که میذاره، مطمئنا باید 1 میلیون تومان درآمد خالص ایشون باشه، که البته خیلی بیشتر از این هاست، یعنی به راحتی ما 30 میلیون تومان رو نوشتن 20 میلیون تومان، اما مطمئنا بیشتر از اینها در میارن. امیدوارم که خانم های خونه داری که در تهران هستن این سیستم رو شروع کنن به کسب و کار، یعنی اینکه وارد این سیستم بشن، ثبت نام کنن و این کار رو برای خودشون انجام بدن. به عنوان یه استارتاپی که انجام شده تو ایران کار بدی نیست، فوق العاده است،
و باید تحسین کرد. نیازی نیست که حتما شما یه آشپزخونه بزنی و خودت یه نفر باشی و 4 نفر کارمند بگیری، یه آشپز بگیری، یه نفر ظرف بشه، یه نفر حسابدار باشه، یه نفر پیکت باشه. نه، این کار رو بی تو بی انجام دادن، خیلی هم خوبه، همه هم برد میکنن، هم اون خانمی که توی خونه است، هم اینها و هم افرادی که به صورت واسط یا مستقیم و غیر مستقیم با این سیستم وارد هستن و دخیل شدن و توی این سیستم واقعا دارن کسب درآمد میکنن. شاید مستقیم و غیر مستقیم، الان توی این سایت گفته 500 تا آشپز، اما غیر مستقیمش رو بخوایم نگاه بکنیم، همون فروشنده مواد غذایی باعث میشه که کسب و کارش بچرخه، اون فردی که توزیع کننده است، تاکسی تلفنی داره یا مثلا پیک موتوری داره، اینها افرادی هستن که بیزینسشون میچرخه با این حرکت، و خود افرادی که به عنوان استارتاپ این بیزینس رو راه انداختن خودشون هم همینطور، خانم های در خونه هم دقیقاً کسب و کارشون راه میفته و اونها هم میتونن به راحتی بفروشن. پس میبینید که بیشتر از 500 نفر توی این سیستم کسب درآمد میکنن، یه مجموعه زیادی از افراد مطمئنن توی این سیستم کسب درآمد دارن و واقعا خدا با همشون خیر و برکت بده. خانم های خونه دار که تو تهران هستن بیان توی این سیستم عضوشن و شروع بکنید به کسب درآمد. سیستم ساده ای هم هست، من کاملا توضیح دادم، البته خیلی من توضیح دادم، 21 دقیقه صحبت کردم براتون، اما شما فکر کنم با 4 دقیقه اینو نگاه بکنید کارتون راه میفته و همه چی دستتون میاد. امیدوارم که از آموزش امروز استفاده کرده باشید. من لینک آموزش این سایت رو mamanpaz.ir رو حتما در انتهای ویدیو براتون میذارم. ویدیو رو حتما بعد از اینکه لایک کردید توی شبکه‌های اجتماعی که خانم ها هستن حتما برید به اشتراک بذارید و ویدیو رو برای اونها پخش بکنید تا خانم های زیادی حداقل این آموزش رو ببینن و برن توی این سیستم و دیگه وارد کسب و کار خونگی بشن. ممنون از اینکه وقت گذاشتید، زحمت بکشید کانال من رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید، نظرتون رو حتما برای من در انتهای ویدیو بنویسید و ویدیو رو برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. ویدیوهای دیگر رو هم حتما ببینید، فراموششون نشه. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. خدا من یارو نگهدارتون.